سلام بر شما سرخط خبرها. از گزارش ها درباره فعالیت القاعده در افغانستان تا رد آن توسط امارت اسلامی. امارت اسلامی ادعای نشر شده توسط روزنامه تلگراف در مورد حضور القاعده در افغانستان را نادرست خواند. دا خبر موږ پکړه کړو ته په افغانستان کې هیڅ بهرنی ډله نشته او دلته د پالت کور اجازه لري. دا واځه پوچې د اغانی او تبلیغات چې د افغانستان پر خلاف ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د هیڅ په وړاندې تهدید نه ده او د افغانستان اسلامي امارت نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د بل چا په وړاندې سپده. واکنش امارت اسلامی به دعوت نشدن افغانستان به نشست سازمان همکاری شانگهای. مان سخنگوی امارت اسلامی ابراز امیدواری کرد که در رابطه میان افغانستان با این سازمان در آینده پیشرفت صورت گیرد. افغانستان به شانگهای سازمان که در ناظر حیثیت لري، د افغانستان اسلامی امارت در شانگهای سازمان لغړو هیوادونو سره د دوارخیزو میکانیزمونو لارې رغند اړیکې لري او په دې اړه هم زموږ تماسونه او خبرې جریان لري. امید ده چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې پرمختګونه ولري. خواست معین سیاسی وزارت خارجه از سرمایه گذاران افغان. عباس استانگزی از سرمایه گذاران افغان مقیم خارج خواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. هر افغان من حیث افغان حق ازی را داره که در سیاست ازی کشور، در اقتصاد ازی کشور، در امنیت ازی کشور سهم فعال بگیرد، بدون ازی که کس او را دعوت بکنند. و ادامه حمله های ارتش اسرائیل بر شماری از پایگاه های حزب الله در لبنان. با مجمع خبری ساعت ده با من منیر احمد امیری خوش آمدید. روزنامه تلگراف در نوشته ادعا کرده است که القاعده نو اردوگاه آموزشی و انبار مهمات در پنجشیر ساخته است. بر اساس این گزارش، خروج نیروهای آمریکا از کشور توانایی شبکه القاعده و داعش در خاک افغانستان را بیشتر کرده است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره حضور گروه‌های ضد امنیت را رد نموده و از امنیت سرتاسری در کشور خبر داده است. حلیمه صدیقی گزارش می‌دهد. به دنبال افزایش گزارش‌ها مبنی بر حضور گروه‌های مخالف در کشور، روزنامه تلگراف در مقاله ادعا کرده است که القاعده نو اردوگاه آموزشی و انبار مهمات در پنجشیر ساخته است. در این مقاله آمده است که امارت اسلامی باید نشان بدهد که توانایی جلوگیری از سربازگیری گروه‌های ضد امنیت را در افغانستان دارد، موردی که امارت اسلامی بارها آن را رد کرده است. عناصر قدرتمند در افغانستان حمایت و حفاظت خود را از شبکه القاعده انجام می دهند. القاعده نه اردوگاه آموزشی و انبارهای مهمات در پنجشیر ساخته است. دا خبر موږ پکړه کړو ته په افغانستان کې هیڅ بهرنی ډله نشته او دلته د پالت کور اجازه لري. دا واځه پوچې د اغانی او تبلیغات چې د افغانستان پر خلاف ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د هیچا په وړاندې تهدید نه ده او د افغانستان اسلامي امارت نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د بل چا په وړاندې سپده. در همین حال، این روزنامه خروج نیروهای امریکایی از کشور را عامل اصلی بیشتر شدن فعالیت شبکه القاعده و داعش در خاک افغانستان دانسته است. خبری که روزنامه تلگراف راجع به ایجاد مراکز تربیوی داعش نشر کرده کاملا بیجا و دروغ است. به خاطر که در ولایت پنجشیر طالبان چند هزار نیروی مسلح دارند و نمی خواهند که با داعش و سایر گروه ها اجازه موجودیت را در آنجا و یا در ولایت های دیگر بدهند، به خاطر که دشمنان یکی دیگرند و طالبانی به هیچ صورت حاضر نخواهد شد که به دشمن خود در ولایت اجازه بدهند که نزدیک مرکز پایتخت افغانستان کابل باشند. اما با وجود این گزارش ها، امارت اسلامی همواره از امنیت سراسری در کشور سخن زده و گفته است که هیچ گروهی هراس افغان در افغانستان وجود ندارد که به تمامیت ارضی کشور یا هم منطقه تهدید واقع شود.
معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به دعوت نشدن افغانستان به نشست سازمان شانگهای میگوید که افغانستان در این سازمان به حیث ناظر است و به اساس میکانیزم ها کابل با این سازمان ارتباط سازنده دارد و همچنان ابراز امیدواری کرد که در این مورد در آینده پیشرفت صورت گیرد. شماری از آگاهان از دعوت نشدن افغانستان در نشست این سازمان انتقاد میکنند. شرح بیشتر از سومن رحمتی. افغانستان به مثابه عضو ناظر در تاریخ 7 جون 2012 به سازمان همکاری شانگهای پیوست، اما به نقل از اکسپرس تریبون عضویت این کشور در این نهاد از سپتامبر 2021 تا اکنون غیر فعال است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به دعوت نشدن افغانستان به سازمان شانگهای میگوید که افغانستان در این سازمان به حیث ناظر است و به اساس میکانیزم ها کابل با این سازمان ارتباط سازنده دارد و همچنان ابراز امیدواری کرد که در این مورد در آینده پیشرفت صورت گیرد. افغانستان په شانگهای سازمان کې د ناظر حیثیت لري. د افغانستان اسلامي امارت د شانگهای سازمان لغړو هیوادونو سره د دوړخیزو میکانیزمونو لاله رغند اړیکې لري او په دې اړه هم موږ زموږ تماسونه او خبرې جریان لري. امید د سپرتلونکو کې به په دې برخه کې پرمختګونه ولرو. این بار پاکستان از 15 تا 16 ماه جاری میزبان 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که نخست وزیران چین، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و تاجکستان، معاون اول رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه هند نیز در این نشست حضور خواهند داشت. این وزارت گفته که وزیر امور خارجه ترکمنستان به حیث مهمان ویژه و نخست وزیر مغولستان به مثابه اشتراک کننده ناظر در این نشست حضور خواهند داشت. برخی از آگاهان سیاسی از دعوت نشدن امارت اسلامی در 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای انتقاد میکنند. نسبت به او که او حکومت علایده بود، از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده بود و این به رسمیت شناخته تا حال نشده است، این یک نوع مشکل به وجود آورده. ولی اگر ما که در نشست های شانگهای یا در بریکس حضوری نداشته باشیم، با معنی از اینکه بلوک شرکی ناقص است. ما باورمند هستیم که در این سازمان اگر یا در نشستی که در پیش روی از امارت اسلامی افغانستان حضور نداشته باشد، مطمئن هستیم که نتایج ملموسی را با خود نخواهد داشت. یکی دیگر از آگاهان میگوید که حضور افغانستان در همچون نشست ها حق این کشور است. در چنین تعاملات اگر افغانستان اگنور میشه و یا فراموش میشه، نه به نفع کشورهای منطقه است و نه به نفع افغانستان و مردم. گفتنی است که در این اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای بحث های همه جانبه در زمینه همکاری های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین کشورهای حزب مطرح خواهد شد. معین سیاسی وزارت خارجه کشور در نشست در کابل از افغانهایی که در بیرون از کشور به سر میبرند خواست تا به کشور برگردند و در پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. عباس استانگزه افزوده که افغانستان وارد صفحه جدیدی از تاریخ شده و از سرمایه گذاران کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. شرح بیشتر با اسماعیل سادات. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه در نشست معرفی مسئولان اتحادیه میوه‌های خشک در کابل بار دیگر از افغانانی که در بیرون از کشور به سر میبرند خواست تا به کشور برگردند و در پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. وی با تاکید بر پابرجا بودن فرمان عفو عمومی گفت که جان و مال همه شهروندان کشور مسئول است. لله الحمد امارت اسلامی عفو عمومی را اعلان کرد. عفو عمومی معنی از این دارد که حکومت با هیچ کس کار نداره، هر کسی که هر چی کده حکومت که شان حساب نمیکنه، به خاطر از اینکه خونریزی بند شود. هر افغان من حیث افغان حق ازیره داره که در سیاست از این کشور، در اقتصاد از این کشور، در امنیت از این کشور سهم فعال بگیره. معاون سیاسی وزارت خارجه با تاکید بر وحدت میان شهروندان کشور افزود که افغانستان وارد صفحه جدید از تاریخ شده و زمینه خوب پیشرفت در کشور فراهم شده است. وی از سرمایه گذاران کشور خواست تا در کشور سرمایه گذاری کنند. در صفحه جدید تاریخ باید فیر مرمی نباشه. در صفحه جدید تاریخ باید تعصب قومی نباشه، تعصب مذهبی نباشه، تعصب سمتی و لسانی نباشه.
همگی ما با هم برادر هستیم. چیزی که بسیار مهم است در ترقی کشور ما، در تعالی کشور ما، در صلح و امنیت کشور ما، او وحدت ملی است. ما خوب بارها گفتیم، بازم یک اپه میزنم. آقای استانکزی مشکلات در وزارتخانه های کشور را پذیرفته و میگوید که فساد به گونه چشمگیری در کشور کاهش یافته است. از این پروسه میوه خشک، اتحادیه میوه خشک، اونا بعض شکایت های خود کردن، گفتن که در بعض وزارت ها و در بعض سکتور ها مشکلات است. بله شاید باشد، اینا شاید کمیشه گفته باشه، از این شاید زیادتر باشد. مگم اینا ناشی از امی مشکلاتی است که ما در این 40-45 سال در کشور خود داشتیم. افغانایی که بیرون از خارج از سنتانا بیان به کشور زندگی کنن و یک میکانیزمی، یک پروگرام بخاطر کارشان، اشتغالشان، فعالیتایشان، فعالیتای سیاسیشان وجود نداشته باشه، بیدم زندگی مرفه بهتر به خارج از کشور هم داره. اگر میخوان به کشور خود بیا و وطن خود بیا و از جرات و از غربت نجات پیدا کنن، باید یک کابینه دائمی ساخته شود در افغانستان. معین سیاسی وزارت خارجه در بخش دیگر از سخنانش از کشورهای آسیای میانه خواست تا زمینه انتقال اموال تجارتی افغانستان به جهان را فراهم سازند. آقای استانکزی تصریح کرده که امارت اسلامی نیز در زمینه وصل آسیای میانه با کشورهای آسیای جنوبی تلاش می‌ورزد. سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرده که اجساد 7 افغانی که در حمله اخیر بر کارگران یک معدن در بلوچستان کشته شده بودند به خانواده هایشان تحویل داده شده است. در همین حال برخی از آگاهان میگن که در حالی که پاکستان افغانستان را متهم به حمایت از گروه های هراس افغان میکند، اما افغان ها در پاکستان قربانی هراس افغانی میشوند. سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کردند که جسدهای 7 شهروند افغانستان که در حمله اخیر بر کارگران یک معدن در ایالت بلوچستان کشته شده بودند به خانواده هایشان تحویل داده شده است. این سفارت از مقام های پاکستانی خواسته تا عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کنند. با تلاش سرکنسول افغانستان در کویت، اجساد 7 افغانی که در یک معدن زغال سنگ در منطقه دوکای بلوچستان توسط افراد ناشناس به همراه چند کارگر بیگناه دیگر به شهادت رسیدند، به خانواده هایشان تحویل داده شد. پیش از این نیز وزارت خارجه امارت اسلامی در واکنش به این حمله گفته بود که پاکستان باید اقدام های لازم را برای جلوگیری از وقوع چنین رویداد اتخاذ کند. در همین حال برخی از آگاهان میگویند که پاکستان همواره افغانستان را متهم به حمایت از گروه های هراس افغان می کند، اما شهروندانشان در خاک پاکستان قربانی هراس افغانی می شوند. همان طوری که پاکستان همیشه افغانستان را لانه های تروریزم می گه، ولی افغان هاست که در خاک خودش قربانی تروریزم می شوند. تکرار همچو عمله های مرگبار بالای افغانا مقیم در کشور پاکستان می تواند در آینده بالای روابط دیپلماتیک هر دو کشور تاثیرات منفی خواهد داشت. پیش از این کاروان موترهای دیپلمات‌های خارجی در پاکستان هدف یک انفجار قرار گرفت و چندین شهروند چینی هم تاکنون در حمله های گوناگون در پاکستان کشته شدند. این در حالی است که در حمله هراس افغانانه بر شماری از معدنچیان در ایالت بلوچستان و پاکستان 20 تن کشته شدند. سفیر و نماینده ایران در امور افغانستان گفته که موضوعهای مهم ششمین نشست فرمت مسکو کمک به امارت اسلامی در راستای مبارزه با هراس افغانی و بازسازی این کشور بوده است. وی تصریح کرده که استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری کشورهای همسایه می‌تواند راه حل چالش‌ها در افغانستان و جلوگیری از مهاجرت افغان‌ها باشد. جزئیات بیشتر از مشعل ایوبی. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری کشورهای همسایه برای حل چالش‌ها در افغانستان و کمک به امارت اسلامی در راستای مبارزه با هراس افغانی از موضوع‌های مهم ششمین نشست فرمت مسکو بوده است. وی در گفتگو با ارنا بیان داشته که در قالب یک ابتکار منطقه‌ای، کشورهای عضو نشست فرمت مسکو درباره کمک به بازسازی افغانستان و جلوگیری از سیل مهاجرت افغان ها گفتگو کردند.
کشورهای همسایه در قالب یک ابتکار منطقه‌ای دور هم جمع شدند تا در حوزه مقابله با تروریسم به افغانستان کمک شود و این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه می شود شرایط مقدماتی را برای آغاز بازسازی و سازندگی این کشور انجام داد تا از سیل مهاجرت جلوگیری کرد. اما یکی از آگاهان روابط بین الملل کشورهای منطقه را متاثر از قدرت‌های جهانی دانسته و میگوید که این کشورها نمی‌توانند گام‌های عملی را در رابطه با افغانستان بردارند. آمد مسکو به خاطر رفع نگرانی کشورهای همسایه و فرامنطقه از اثر بازی‌های استخباراتی قدرت‌های بزرگ که در افغانستان جریان دارد تدبیر می‌شود و چون این کشورها تحت تاثیر هم قدرت‌های بزرگ هستند نمیتونند مستقلانه در مورد افغانستان و بر رسمیت شناختن طالبا یا تعامل با طالبا هم عمل کنند. بنابراین با این همین نشست ها تلاش میکنند و نگرانی‌های خود را رفع کنند. یکی از آگاهان سیاسی در مورد رویکرد ایران در قبال افغانستان چنین میگوید: متاسفانه حاکمان تهران در قبال افغانستان خصمانه عمل میکنند. در استیج بین المللی صحبتشان مبنی بر تفاهم هست، اما در کارزارها میبینیم که او خلاف موضوعات صحبت میکنن. اگر میخواین افغانستان را حمایت بکنن، پای خود بالای گلن افغانها چرا میمانند؟ و اگر منافع مهم هست، طبعا منافع جانبین مطرح بحث باید باشد. تقابلها از طریق گفتگو رای حل پیدا میشه. اگر چنین نکنن، طبعا که تاوان اعظمی را خودشان خواهد ببینن. ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان در 13 میزان به میزبانی روسیه و با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی و نمایندگان چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. کشورهای اشتراک کننده در بیانیه پایانی این نشست نگرانی خود را نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان و حضور گروه‌های هراس افغان در این کشور ابراز کردند، موضوعی که امارات اسلامی همواره آن را رد کرده و از مسئول بودن خاک افغانستان اطمینان داده است. مقام های ازبکستان و فرانسه در نشستی در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه ازبکستان میگوید که در این نشست دو طرف در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جستجوی راه های حل بحران این کشور در شهر تاشکند گفتگو کردند. در این حال برخی از آگاهان رابطه بین الملل میگویند که این گونه دیدارها باید در هماهنگی با امارت اسلامی برگزار شود. ریحان حسان گزارش میدهد. عصمت الله ارگشوف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان با هیئت از وزارت نیروهای مسلح فرانسه در مورد وضعیت کنونی و جستجوی راه‌های حل بحران افغانستان در تاشکند گفتگو کرده است. وزارت خارجه ازبکستان در آگهی‌نامه گفته است که در این دیدار در مورد لزوم هماهنگی تلاش‌ها برای تقویت مرزها، مبارزه با هراس‌افگنی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه گفتگو و توافق شده است. در همین حال برخی از آگاهان روابط بین الملل می‌گویند که چنین نشست‌هایی باید در هماهنگی با امارت اسلامی برگزار شود. نماینده‌های خارجی با یکدیگر نشست‌هایی که می‌گیرند باید در هماهنگی با دولتی باشه که در ارتباط به او صحبت میشه. در قضیه ما و شما امارت اسلامی باید در جریان باشه در تمام قضایا، چون که بالفعل در منطقه حاکم هست. با وجود اینکه وضعیت عمومی امنیتی در افغانستان در حال حاضر نسبتاً خوب است، ولی با وجود همکاری های امنیتی کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان و کشورهای بین المللی مانند فرانسه می تواند برای افغانستان مفید واقع شود، مشروط به این که این گفتگوها با حکومت افغانستان شریک شود. وزارت خارجه ازبکستان گفته است که هیئت فرانسه با اشاره به نقش ازبکستان در امنیت و ثبات منطقه ابراز امیدواری کرده که همکاری های مؤثر در این رابطه در آینده نیز ادامه یابد. یکی از آگاهان سیاسی باورمند است که حمایت‌های مادی فرانسه از طریق ازبکستان می‌تواند برای تقویت مرزهای افغانستان سودمند باشد. اگر می‌خواهند در رابطه با وضعیت بهتر شدن وضعیت افغانستان و رفع موضوع تروریسم و دهشت افغانی همکاری بکنند، از نگاه امکانات مادی و از نگاه وسایل و وسایط بتوانند مرزهای خود را تقویت بکنند و همکاری کشورها را داشته باشند، به نفع دو کشور و به تمام کشورهای منطقه است. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ازبکستان تعامل نیک با افغانستان داشته و تاکنون هیئت‌های مختلف دو طرف به کابل و تاشکند رفت آمد کرده و اخیراً 35 قرارداد را در بخش‌های تجارتی و اقتصادی با هم امضا کرده‌اند.
رئیس عمومی اتحادیه پروسس و صادرکننده میوه‌های خشک کابل در نشست معرفی مسئولان این اتحادیه از مشکلات در انتقال اموال تجارتی به بیرون از کشور به ویژه پاکستان ابراز نگرانی کرد. همزمان با این رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان از آغاز گفتگوها با مقام‌های پاکستان به منظور حل چالش‌های بازرگانی دو کشور خبر داده است. شرح بیشتر با اسماعیل سادات. اینجا در نشست معرفی مسئولان اتحادیه میوه‌های خشک کابل، رئیس این اتحادیه از مشکلات در انتقال اموال تجارتی به بیرون از کشور به ویژه پاکستان ابراز نگرانی کرد. عبدالقاسم امرخیل، رئیس عمومی اتحادیه پروسس و صادرکنندگان میوه‌های خشک کابل، میگوید که پاکستان همه ساله با بهانه‌های گوناگون مانع انتقال اموال تجارتی می‌شود. بدیلوره که موږ دا مشکلات دا سمنګ لډیر وخت نه زیر موږ دا اصلات راوځي وچا میوه او لامده میوه نو دا وچا او لامده میوه په یو وخت کې وځي نو پاک دی پاکستان همسایه گاونډای ملک دی موږ او تاسو یو خبر نه یو خبره بانه کی. آقای امرخیل از مسدود ماندن پولهای بازرگانان افغان در هند و عدم صدور ویزای آن کشور برای بازرگانان نیز انتقاد کرد و خواهان رسیدگی جدی به این مشکل شده است. تقریبا در سالور کالا کیگی پر میلیون دلار دی تاجران و صادر کننده و په کشور دی هندوستان که بند پاتی نو سوک منگ تا ویزم نراکی نو دی ویزی سر پا جنجال استو تا تاجران قریب دست از صادرات پا تپ او داریگی نیم پیسه پا بانگ پاتی دی. با این حال مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، از همکاری با بازرگانان کشور و رسیدگی به مشکلات آنان اطمینان داد. وزیر سیبان و بند حسوزان لرو چه انشال استاس مشکلات با آوری حلقهی بایی خود بیان چه تا که چیر تا ستونز پیدا کده لامک با انشال استاس را همکار وسیگو چیر تا ملاقاتو مشکلات در طوی هم پا مسائل بند غور نکی آقای که با انشال استاس را مگا همکار وسیگو. از سوی دیگر خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت افغانستان و پاکستان، از آغاز گفتگوها با مقامهای پاکستانی به منظور حل چالش‌های بازرگانی دو کشور خبر داد. خصوصا در پاکستان پر ارتباط در طویل اشم چه خبر لگنیش دی شویده منگم کوشش کهو در چه زر دیر مسئولیت لرم حتی مخبره در وزیر اعلی در خبر پوشتو خاص رستاسو پا دیده خبری اکللی او هغه اطمینان راکړل چې انشاءالله دا خبره به ډېر زر حل چې خو د دوی وضعیت لږ ښه نه دی هلته کومه جرګه ده د هغې په خاطر باندې انشاءالله چې دا مشکل به هم حل شي. در ټکس این در حال است که پاکستان همه ساله در فصل میوه تازه به بهانه های مختلف دروازه خود را بر روی محصولات افغانستان میبندد. یک کتاب فروش در بدخشان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست معارف این ولایت، نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرد. در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفته است که از برگزاری چنین نمایشگاه ها پشتیبانی می کند. یک کتاب فروشی در بدخشان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ و ریاست معارف این ولایت نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرد. ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، میگوید که از برگزاری چنین نمایشگاه ها پشتیبانی می کند. به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در بین نسل جوان این نمایشگاه را برای انداختیم و به تعداد 2000 جلد کتاب در بر می گیرد که عناوین مختلفی دارد. سخنگوی ریاست معارف بدخشان می افزاید که معارف همیشه در برگزاری این گونه نمایشگاه ها همکار بوده و راه اندازی این گونه نمایشگاه ها برای معارف و دانش آموزان سودمند است. یک اشتراک کننده در این نمایشگاه میگوید که کتاب مثل باران بر سرزمین دلها میبارد و کردارها را تراوت میدهد. نمایشگاه کتاب در یک جامعه اثرات بسیار مثبتی را میداشته باشد. یکی از اثرات مثبت از ترویج فرهنگ مطالعه است در طبقات مختلفی جامعه، جوانان و جوانان و طبقه های حاکم در جامعه.
این در حال است که به باور فعالان فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در کشور برگزار این گونه نمایشگاه ها برای جوانان و نوجوانان مؤثر می باشد. 20 تن از دانش آموزان در مرکز ولایت پکتیا از یک مرکز یادگیری مهارت‌های سخنرانی دو ماهه سند فراغت به دست آوردند. در ولایت پکتیا تنها یک مرکز آموزش فن سخنرانی است و جوانان فارغ شده از حکومت سرپرست می‌خواهند که از این گونه مرکزها بیشتر حمایت کند. سعدالدین حکیمی با جزئیات بیشتر این گزارش. 20 نفر از دانش آموزان از یک مرکز یادگیری مهارت‌های سخنرانی در گرد سند فراغت به دست آوردند. جوانان ولایت پکتیا ارزش یادگیری هنر سخنرانی را در عصر کنونی مهم دانسته و خواستار توجه جدی مسئولان امارت اسلامی به این بخش هستند. امروز به تعداد 20 نفر از بخش فن بیان از آموزشگاه ما سند فراغت به دست آوردند. در کل خواست ما از دولت امارت اسلامی افغانستان همین است که چنین مراکز را حمایت بکنن، زمینه را برشان مساعد بسازه تا ما بتانیم فرصتهای خوب را ایجاد بکنیم برشان. فن بیان یکی از فنون است که در همه بخش‌های زندگی از ارزش خاصی برخوردار است. حرف بزن تا برنده شوی و پله‌هایی است برای موفقیت، راهی است برای رسیدن به هدف بزرگ. در همین حال دانش آموزان با سپری نمودن یک دوره آموزشی ابراز خرسندی می کنند و از مسئولان امارت اسلامی می خواهند تا از این گونه مرکزهای آموزشی در پکتیا حمایت بیشتر کنند. نو ډیر خوشاله یو کنه امارت اسلامي لروسی بس دغه سی کورسونه نورم حمایه کی پټوله پکتیا کی دغه یو کونس کورس دغه کورس سره همکاري وکي نو موږ د افغانستان اسلامي امارت سره د هیله کو چې موږ ته دغه کورسونه نور څنګه کی حمایت کی چې موږ ولې وکولې شو او پراتلونکي کی یو نور هم څنګه کو خو ازوانان ورزو موږ له امارت څخه دا غواړو چې زمونږ سره په دې کورسونه کی نور هم حمایت وکي او د آینده نسلونو د پرمختګ لپاره باید از سوی هم مسئولان این ولایت اطمینان می‌دهند که میان این مرکزهای آموزشی در پکتیا رقابت‌های سالم ایجاد شده و از این مرکزهای آموزشی حمایت می‌کنند. کورسونه ترمنز یو رقابتی سیالی پلاره چو دی وینوالی بخش دی کورسونه ترمنز په غونډو کې دی دوی نتاقان ستایو دلته دی فنی بیان او د غرض دغه دی نثر و د ادب و د شعر و د خبرلی و د ویندوی و د نطقی په برخه کې هم ځینې کورسونه شته چې لا هم موږ تشویق کړی دي او هڅولی مو دي او څومره همکاري چې د اصولو په رڼا کې کېږي او د افغانستان اسلامي عمارت اطلاعات کلتور وزارت پالیسي جبوي موږ په دې برخه کې ورسره مل یو. گفتنی است که در پکتیا تا کنون تنها یک مرکز آموزشی فن بیان فعالیت دارد. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که گروه بریکس تصمیم تبدیل شدن به یک اتحاد نظامی را در مقابل غرب ندارد. در همین حال ارتش اسرائیل با حمله های هوایی شماری از پایگاه های حزب الله را در لبنان هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که گروه بریکس تصمیم تبدیل شدن به یک اتحاد نظامی را در مقابل غرب ندارد. این وزارت در خبرنامه در کانال تلگرامش گفته که بریکس هرگز یک اتحاد نظامی نبوده، نیست و نخواهد شد. بر اساس بیانیه، توسعه موفقیت‌آمیز همکاری‌های سودمند در چارچوب بریکس سبب تحریک و نارضایتی دولت بریتانیا شده است. بر بنیاد گزارش یک خبرگزاری روسی، وزارت خارجه روسیه گزارش روزنامه بریتانیایی تایمز در مورد تصمیم گروه بریکس برای تبدیل شدن به یک اتحاد نظامی در مقابل غرب را رد کرده است. به باور روسیه، یکی از اهداف اصلی بریکس ایجاد یک نظام اقتصادی جهانی عادلانه و چند جانبه است. مسکو استدلال کرده که از لحاظ نظری نیز قرار دادن بریکس در کنار سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو کاملا بی‌معنا است. ارتش اسرائیل با حمله‌های هوایی شماری از پایگاه‌های حزب الله را در لبنان هدف قرار داده است. اورشلیم پست گزارش داده که این حمله‌ها بامداد روز یکشنبه در شهر ایتشب در جنوب لبنان انجام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در این حمله‌ها ضربه‌های سنگینی به حزب الله وارد کرده است. از سوی هم برخی از رسانه‌های لبنانی از انفجارهای مهیب در این مناطق خبر دادند. از تلفات و خسارت‌های احتمالی ناشی از این حمله‌ها تا اکنون گزارش ارائه نشده است.
کاملا هریس نامزد حزب دموکرات انتخابات پیشروی آمریکا گفته که هرگز اجازه دستیابی ایران به جنگ افزار اتمی را نخواهد داد. بر اساس گزارش ها هریس بر رای دهندگان یهودی قول داده که در صورت پیروزی در انتخابات این مسیر دیپلماسی او خواهد بود و تاکید کرده که دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای تهدید جدی برای جامعه بین المللی است. هریس افزوده که در برابر جمهوری اسلامی هر اقدامی که به منافع واشنگتن باشد انجام خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش ها بیشتر از هر زمان میان تهران و تل ابیب داغ‌تر شده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آن کشور در جریان سفر به لبنان پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان از مناطق بمباران شده توسط اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت آن کشور بازدید کرده است. این مناطق پنجشنبه شب هدف حمله های هوایی اسرائیل قرار گرفت و در آن دست کم 22 تن جان باختند. قالیباف در جریان بازدید از این مناطق گفته که ایران در این اوضاع حامی ملت فلسطین و لبنان است و این حمایت ها ادامه دارد و رسیدگی به مظلومان و آوارگان این منطقه را جزء وظایف خود دانسته است. قالیباف در حالی از مناطق بمباران شده در مرکز بیروت دیدار کرد که ارتش اسرائیل همچنان به حمله های خود در جنوب این کشور ادامه می دهد. پایان مجمع خبری ساعت 10. سپاس از همراهی شما. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.